بینندگان، جوانان، خانواده گرامی، سلام و درود. چرا روسیه در جنگ اوکراین که همکنون جریان داره اسیر جغرافیای خود است؟ خب، سوالی که معمولا در مورد پوتین به اوکراین پرسیده میشه ایست که چرا جنگ شروع میکنه کرده اینا. پاسخ این سوال در جغرافیای روسیه است، در تاریخ روسیه و در شخصیت خود پوتین. سه جواب داره. بقیده بسیاری از اندیشمندان غربی پایان جنگ سرد بنا بود آغازگر یک دوره صلح و سلام باشد. لیبرالیزم ظاهرا استبداد شکست داده بود و سایه جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی رفع شده بود و لیبرال دموکراسی مثل خورشیدی می درخشید. این یک خانش بسیار ضعیف از تاریخ بود. کسایی که مطرح می کردن که جنگ در اروپای قرن 21 حال دیگه یک چیز تابو است، نابنگام است، با واقعیت های جدید روبرو شدند. پشتوانه منطق پوتین بر تهاجم به اوکراین کنونی ناسیونالیزم است. یادن با موفقیت از تسلط خود بر رسانه‌های روسیه استفاده کرد، حافظه جمعی بسیج شد تا روسیه را از یعنی بر اساس تغییر جغرافیا و تاریخ شکل دوباره بدن، دیگر راهی نداره. یعنی پیش روی مرزهای غربی روسیه به طرف همین اروپا دشت شمال اروپا قرار داره. این سرزمین همیشه از کوههای اورال تا فرانسه و امتداد داره. باریکترین نقطهش بین دریای بالتیک است و کوههای کارپات. کوههای کارپات همون سلسله کوههای است تو کمانی که کل اروپا را به هم پیوند میزنه، که از پولند شروع میشه. اگر ارتش مهاجم از اروپا به سمت شرق حرکت بکنه، بعد از عبور از پولند دشت دوباره در پیش رویش میه، یعنی سرزمین روسیه. برعکس، یک ارتش اگر به سمت غرب حرکت کنه، یعنی ارتش روسیه، امی که از این پولند تیر میشه در یک دشت گسترده قرار میگیره پیش رویش است. این موضوع تا حد زیادی تلاش های مکرر روسیه را در چند قرن گذشته برای اشغال پولند توضیح میده. تاریخ پیچیده است، اما حالا در حال پیچیده تر شدن است. این تصویر دالان نسبتا بزرگی را باریکی را نشان میده که روسیه میتونه نیروهای مسلح خود به او طرف سوق بده تا از پیشروی طرف مقابل به سمت مرز خود جلوگیری بکند. مرزی که بسیار گسترده است، دفاعش سخت است. در طول 500 سال روسیه چند بار از امو غرب مورد حمله قرار گرفته. 500 سال گفتیم، در سال 16-5 این تقریبا 5.5 سال یا چیز کم و بیش پولندی ها دشت اروپا تیر شدن آمدن به طرف روسیه. بعدا سویدنی ها در سال 17 این طرف حمله کردند. سپس ما شما خبر داریم فرانسه ناپلیون در 1812 آمد و بعدا آلمان آمد در جنگ اول جهانی در 1914 به می طرف و آخرش هم هجوم بزرگ هیتلر بود در 1941 بازم به می طرف و طرف سرزمین روسیه. رهبرای روسیه در طول تاریخ کوشیدن مناطق همواره به اصطلاح غرب کشور دست کم در کنترل داشته باشند. این جنگ از
جبر جغرافیا است که آل تبدیل به قدرت جغرافیا میشه، یعنی جنگ فیلی. اینا خب در دورهای مختلف کوشش میکردن که به عنوان بخش از قلمرو خود نگاه بکنن، نه جنگ بکنن نه دردسر، اما دردسر همیشه از اون طرف میآید که آل اینا پیش دستی کردن، اوکراین مورد حمله قرار دادن. چرا؟ روسیه فاقد بنادر آب گرم و دسترسی مستقیم به اقیانوس های بزرگ است. یعنی بعضی از بنادر خود به شمال ارزمستان که او طرف روسیه خود برآمد بیرونی داشته باشه یخ میزنه. یخ که میزنه تا زمانی که فصل سرما حاکم است، کشتی های روسیه مجبور است که یخ ها بجنگن. کاری از دستشان پوره نمی باشد. مسیرهای ناوگان دریایی بالتیک که در این طرف در دایره کوچکتر و این طرف دریای سیاه، یعنی به خطوط اقیانوسی اینا وصل نمیشن، دشوار است. اینجاست که اگر دفعه ما شما میگیم که والا روسیه میخواهد به بحر هند را پیدا بکنه، به آبهای گرم، یک چیزی رو میگفتن که پتر کبیر وصیت کرده که او وصیت جعلی است، اما روسیه واقعا دنبال آبهای گرم و اقیانوسی هست. خب این دو دغدغه شد، یکی آسیب پذیری در خشکی و دیگه فقدان بنادر گسترده آب گرم. یعنی میبینیم که این هیولای جغرافیایی روسیه بیخی در قفس افتیدگی است در اصل خود. در سال 2014 ای نخستین بهانه را به دست از اینا دادن. در اوکراین اونجا حکومت به وسیله یک تعداد از گروه های فاشیست نیونازی سقوط داده شد. یعنی مهمترین نقطه حائل روسیه که به او دلخوش کرده بود که لاقل همین نقطه حائل به طرف غرب در حیطه ناتو و دشمنان روسیه قرار نمیگیره، این یک بار برهم زده شد. حتی اوکراین بیطرف که قول داده بود به اتحادیه اروپا نپیونده، بندر آب گرم سواستوپول در کریمه و مشرف به دریای سیاه در اجاره روسیه نگه داره، او هم از دست رفت. پیش از قابل تحمل بود. وقتی که در 2014 دولت طرفدار غرب به قدرت رسید، کرملین وحشت کرد. یعنی جنگ از 2024 شروع شد. چندین گروه نیو فاشیست در درگیری کیف دو سال یعنی قدرت در دست گرفتن و روسیه فوری مردم روسیه را متقاعد کرد اوکراین آل به دست فاشیست ها افتیده که روسیه را در خطر قرار میده، مثل 1945. و امو دشمن هایی که ما میگه در 1945 رو شکست دادیم دوباره بسیج شدن. کرملین معتقد بود که اوکراین آزاد به اتحادیه اروپا میپیونده، همونطور هم بود. عضویتی که مقدمه عضویت در کجاست؟ در ناتو. منطقی حائل روسیه آل به اصطلاح از بین میرفت. برای خب که از بین میرفت، اجاره بندر سواستوپول هم بیش از چند ده سال باقی نمانده، باز چطور میشه؟ در قفس. پوتین امکان انتخاب داشت، میتونست به تمامیت ارضی اوکراین و حق مردمشان احترام بگذاره یا به خشونت متوسل شود. اما ای گزینه دومه در نظر گرفت. جزیره کریمه اشغال، زمینه خاک روسیه شد، منطقه دونباس در مرز روسیه که تا حدی هم اشغال شده بود و به عنوان یک فشار استفاده می شد ایره فعال کرده. دونباس جمعیت قابل توجهی از روسها در اونجا ساکن هستند. پوتین قبلا قوانینی را تصویب کرده بود که روسیه میتونه به طور قانونی از روسا از بسلا
ملیگرایی پان اسلاوی دفاع بکنه. اکثر اوکراینیان اسلاو هستند، اگرچه اقلیت های مهم دیگه هم بافت خوردن در بدنه جمعیتی اوکراین، مثلا بلغاریایی ها، رومانیایی ها، پولندی ها. این یک ترکیب عجیبی را در غرب اوکراین به وجود آورده. مفهوم روسیه اساسا به قرن نهم میلادی برمیگرده. روسیه امروز یعنی فدراسیونی بود از قبایل معروف و روسای کیف، ایت کیف روسی میگفتند در او زمان. چقدر جالب است. و در شهرهای در امتداد رود دنیپر، جایی که آل جزء اوکراین است، مستقر بودن. بعد از تحمل حملات مکرر مغولا، روسیه نوپای او زمان در قرن 13 میلادی آمد به کجا؟ به مسکو منتقل شد. در اطراف این ناحیه، همین مسکو، موانع قابل دفاع کم بود، یعنی دشت بود یک رقم. چی باید میکردن؟ روسا آیست آیست چی کردن؟ قلمرو خود باید گسترش میدادن. قلمرو گسترش دادن، از شرق به طرف رفتن به طرف قوای اورال، کجا رو بگیرن تا ساحه مسئولیت یا ساحه حیاتی فراختر شود. از جنوب رفتن به دریای خزر، این نزدیک آذربایجان و ایران و این کشورها. از شمال رفتن به طرف قطب شمال، همون خود گسترش دادن. روسیه به دریای خزر دسترسی پیدا کرد و بعد از او به دریای سیاه وصل شد. به این ترتیب از کوهای قفقاز، این اینجا بسیار مهم بود، وقتی که تاریخ روسیه را آدم بخواند در قرن 19 تا قرن 20، باز بعدا همین جبر جغرافیا و قدرت جغرافیا خود چهره خود به ما نشان میده. در او زمان وقتی که روسیه ای کار کرد دمی کوهای قفقاز که وصل دسترسی یافت، یعنی یک دفاع مطمئن در برابر مغلا پیدا کرد. اگر این مغلایی رو خام میخوردن از خطر حملاتی که انجام میدادن. روسا حال یک منطقه حائل نسبی و یک منطقه داخلی داشتن برای خود همو زمان. مسکو، در اطراف مسکو و خط بعدی تا همینطور که توضیح دادیم به کوههای قفقاز و دریای خزر و کوههای اورال. قدرت خود اونا حفظ کردن. در صورت تهاجم میتونستن عقب نشینی بکنن. نیروی قدرتمندی نبود که مثلا از سمت دریای قطب شمال سر از اینا حمله کنن. اوش نمیشه. او یک کاملا یخبندان است. یا مثلا اینا خب حمله کنه چی؟ اینا میرفتن بر فراز کوههای اورال، منطقه حاکم او رو قلقم میکردن. کسی از این طرف به سر از اینا حمله نمیکرد. اما جانب غرب خطر آفرین بود. کدام است؟ اینمی اوکراین، پولند. اونمو خطر عالی هم است. در قرن 18 که بیاییم نزدیکتر، روسیه چی کرد؟ اوکراین اشغال کرد و رسید به کوهای کارپات. هم کوهای کارپات سلسله کوههایی که کل اروپا را به هم وصل میکنه، در اینجا خود رساند تا سرحدات غربی خود چی کنه؟ مسئولیت بده. عمده سرزمین هایی که آل ما به عنوان لیتوانیا و لیتونی و استونی میشناسیم، اینی هم گرفت در مو زمان. موقعیت های رو برای دفاع در صورت حمله از طرف دریای بالتیک برای خود تثبیت کرد. آل حلقه عظیم، یک حلقه دفاعی در اطراف مسکو ایجاد شده بود که مسئولیت میداد که از قطب شمال این شروع می شد، از منطقه بالتیک پایان می آمد، از اوکراین می گذشت و تا کارپات و سپس به دریای سیاه، قفقاز و خزر به هم پیوند می خورد. دور اورال کوها می چرخید و دوباره تا دایره قطب شمال چی می کرد؟ تأمین می کرد. این تو یک چیز جغرافیا را اینا به وجود آوردن تا چی شد؟ روسیه روسیه شد. آره، حفظ از اون مهم است. یعنی آل روسیه روسیه شد، یک سرزمین بسیار وسیع.
حالا حفظ از این مهم است. در پایان جنگ دوم جهانی روسیه سرزمینایی را که در اروپای شرقی به دست آورده بود اشغال کرد. در واقع امو سرزمینایی بود، سرزمینای روسیه با یک نام دیگر. اوضاع خوب بود. در دوران اتحاد شوروی حکومت‌های اروپای شرقی دست نگر و پیشانی نگر روسیه بودند، مسکو، و هر از کسی که ساز مخالفت میزد سرکوب میشد، هرچند در مجارستان و چکسلواکیا، یعنی اولی در سال 1956 و دومی در سال 1968 نافرمانی‌هایی در برابر مسکو کردن کردوش سرکوب شد. وضع در کل خوب بود. بعد از فروپاشی ناگهانی کمونیسم، اینجا دیگه فاجعه جغرافیایی خود نشان داد و مسکو ایران ماند چی بکنه، وا رفت همه چیز، تمام دروازه ها باز شد، در و کلکین جغرافیا شکست، یعنی مثل خانه تاراج شده. خب در اون زمان که مسکو بسیار ضعیف شده بود، گرباچوف هم رفت و یلسن، یعنی بین یلسن و پوتین، ناتو بر از اینا تضمین، خب تضمین داده شد که ناتو به طرف شرق حرکت نمیکنه، شما تشویش نکنید. اما هیچ سند مکتوبی از این چنین توافقی را اینا امضا نکردند. ببینید ریشه های جنگ با کجا برمیگردد. در هر صورت روسیه با نزدیک شدن ناتو به مرزهای خود بسیار به تشویش بود. وقتی که زمان ناتو 1500 کیلومتر از سن پترزبورگ فاصله داشت، حال امو فاصله کم شده بود به 150 کیلومتر رسیده بود. یعنی چی؟ یعنی تمام کشورهای بالتیک عضو ناتو شده بودند و علی رغم وعدهایی که ناتو داده بود در مذاکرات امریکا همیش باد شد. روسیه وحشت کرد باز. چی کرد؟ دفعتا در سال 2008 به گرجستان حمله کرد. معنای گرفتن اوسیتیای جنوبی و یک منطقه دیگه ابخازیا، معنایش این بود که ناتو را گفت که عقب برو. آلبانیا، بلغارستان، جمهوری چک و سلواک، مجارستان، پولند، رومانی، همگی به ناتو پیوستند. یک زمانی تحت رهبری روسیه عضو پیمان وارسا بودند. این دیگه بر از اینا چقدر دردناک تمام شد. سر از اون یک گزاره میکرد که این طرف ما نبیاین زیاد که ما احساس خطر میکنیم، اما لنگر ناتو زیاد بود. لیبرالیزم فاتح بود دیگه، به اصطلاح کاروان تاریخ و پایان تاریخ رسیده بود. اونا همه گواز به ناتو به علاوه آلمان شرقی سابق که حال دوباره به آلمان غربی ملحق شده بود و همراه سه کشور بالتیک که بیشتر نام گرفتم، اینا همه چی شدن؟ ناتو. ناتو ناتو. چرا اینا تو زود به ناتو پیوسته بودن؟ خب اینا میخواستن که یک مقدار آزادی های که در رویاهایشان بود در زمان استالین و پیش از او سرکوب شده بود، میخواستن از او حالت فاصله بگیرن. ترس روسیه، ترس اشغال روسی دوباره به طرفشان و سراغشان نیاید، اونا زود زیر آستین کی رفتن؟ زیر آستین ناتو. در سال 2020 شد دیگه. پوتین یک کاری کرد که اطمینان حاصل کنه که بلاروس برای اوکراین نخواهد رفت. اگر بلاروس می رفت وضعیت بسیار ویران می شد. در او زمان الکساندر لوکاشنکو انتخابات 2020 طوری برگزار کرده بود که مطمئن شود یعنی 25 سال دیگه، یعنی که سر قدرت بود، بعد از اون سر قدرت بمانه. بعد از انتخاب نیروهای به اصطلاح انتخاب، بعد از انتخابات تمام قوای نظامی در جاده های بلاروس و اینا مینسکن یا بیرون برآمدند. یک حالتی بود که میتونست
اروپا مداخله بکنه و چیز یک حکومت شبیه آنچه در اوکراین شده بود در 2014، یعنی تومار اوکراین، تومار بلاروس در هم بپیچند به عنوان کوه مدافع حیاتی روسیه. خب مسکو چی کرد؟ با تمام قدرت در کنار لوکاشنکو ایستاد. در آستانه تهاجم 24 فوریه 2022 بر اوکراین، روسیه چی کرد؟ پیش از پیش هزاران سرباز در خاک بلاروس مستقر کرد. اکثر اونا آل امو سربازهایی که مستقر کردن کلش در نزدیکی کیف، در سنگرگاه در خاک بلاروس در نزدیکی کیف مستقر هستند. تیزه که دمجر پوشش داد. اما سربازان دیگه ای که به جای اونا به بلاروس میرن و حضور نظامی دائمی روسیه را در اونجا تثبیت میکنن هم صورت گرفت در استقامت کجا؟ پولند. این اقدام نیروهای روسی را تا مرز، یعنی هم سینه به سینه ناتو استاد است. اینا لیج یک وضعیتی به وجود آمده، شکاف دروازه. دروازه خب به طرف بلند است، یک شکاف است که مسیر باریکه سوالکی میگن، دروازه اسمولنسک، یک منطقه راهبردی و کلیدی است برای قدرت، برای قدرت های ناتو. شکاف سوالکی که پولند وصل میکنه به استونیا، یعنی به خاطر دفاع از کشورهای کوچک بالتیک از طریق اینمی باریکه سوالکی که وصل است به پولند، اینمی بسیار مهم است. این ناحیه پل زمینی باریکی است به طول 90 کیلومتر که پولند و لیتوانیا را به هم وصل میکنه و تنها راه خاکی یا زمینی است که ناتو میتونه از او طریق سه کشور ضعیف و همینطور آسیب پذیر بالتیکا تحت پوشش بگیره که اعضای شما است. جنگ آینده وقتی که ما میگیم که بعد پس ها اوکراین، اینمی نقطه است. در یک طرفش قلمرو بیرونبومی کالینینگراد روسیه است. کالینینگراد بیرونبومی که میگیم به این معنی که کالینینگراد به اون طرف استونیا مانده، در استونیا و کشورهای بالتیک در ماوین از اصل کشور مادر یعنی روسیه جدا مانده. کجا؟ کالینگراد بزرگترین پایگاه نظامی روسیه است که او دیگه رایش از کجاست؟ اینمی باریکه سوالکی که ام ناتو چشم دوخته، ام روسیه ایره رای حیاتی خود میدانه. ای کالینگراد اونمون ناحیه چی است؟ کونیگزبرگ است، در شرق پروس زمان، یعنی جز از امو بود. خب در کالینگراد چی گپ است؟ 15,000 سرباز روسی جا و جا است با سلاح‌های بسیار مدهش و استراتژیک. حضور نظامی روسیه این حال دیگه معنا پیدا میکنه در کجا؟ در بلاروس. چرا؟ به خاطر از اینکه اینمی سوالکی از بلاروس میره به طرف کالینگراد و همین سوالکی تمام کشورهای بالتیکا وصل میکنه به پولند و ناتو. این تو یک چیز است. این حضور پولندی ها رو بسیار عصبانی میسازه. به همین خاطر در ابراز نظرات مقامات پولندی چیزهای بسیار ناخوشایند نسبت به حتی شرف و عزت و فرهنگ روسی میبینه. که البته یک برمیگرده به یک عقده تاریخی. ناتو میفهمه که در یک قسمت فاقد قدرت شلیک است. با چه خاطر؟ به حفظ اینمی شگاف و نفع خود کدام کاری از دستش بوره نیست. اما تعداد کافی نیرو در اونجا مستقر کردن تا از اونا به عنوان یک دام انفجاری استفاده شود. اینا هم تاسیسات در این مسیر به وجود آوردن. مثلا یک گروه از سربازان انگلیس در این مسیر مستقر هستند. این علامت است که نشان میده که هرگاه کسی از این باریکه عبور بکنه، اول باید
نیروهای ناتو را که در اونجا مستقر هستند بکشه، و کشتن اینا به معنای ورود ناتو به جنگ مستقیم است. در کجا؟ دینمی باریکی سوالگی. حضور روسیه در بلاروس دسترسی مستقیم روسیه و پولند را تامین میکنه. نیروهای روسی معمولا در داخل روسیه در اسمولنسک گیت میگن در اونجا مستقر هستن. قلمرو به پهنای 75 کیلومتر بین رودخانه دزوینا و دنیپر، قوتهای خاص روسیه، یعنی که قرنها یعنی اینمی منطقه مسیر ارتشا در هر دو جهت بوده. این ناحیه فقط 450 کیلومتر از کجا فاصله داره؟ از مسکو. این ببینید چه قاسب پذیر است. واحد نظامی که از یه محافظت میکنه از اسمولنسک گیت تجهیزات تهاجمی بسیار بیشتر نسبت به مجموع تجهیزاتی که آلمان، پولند، هلند و کشورهای بالتیک دارند در اینجا مستقر است. موارد، خب این موارد را گفتیم، یعنی بخش از پاسخ به این سوال است که چرا، یعنی اما درک و منطق پوتین به اصطلاح متفاوت است از دنیای مخالفینش. اینطور تصور میشه که به پوتین مشورت میتن که و اعتقادم داره که دموکراسی های غربی در جهان ما در حال انحطاط و افول هستند. روسیه پوتین بینی نظر ساله، چون غرب در حال زوال است. رئیس جمهور چین هم با اینمی تیوری موافقت داره. متوجه هستین این دو غول آسیایی با هم دنیمیجا کاملا همسو هستند که نظر اینها را به طور کامل واحد می سازد. در چی مورد؟ در بحث تایوان. عین فرمول در تایوان کاربرد داره از نظر شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین. چین، خب چین گپش آمد، چین خودش نمونه دیگه است از ای که چیگونه جغرافیا و تاریخ تا حد سیاست یک کشور تعیین میکند. مثل روسیه چین هم به مناطق اطراف خود چشم میدوزد. ناگزیر است چین به فضای حیاتی به زمین ضرورت دارد. اولا اینا چه کردن که به خاطر حفاظت از اما هژمونیزم پیکن، اول در داخل چین به اصطلاح مناطق حیاتی را به عنوان ضمانت کل چین تحت پوشش بگیرن، کاری که روسیه در قرون گذشته کرد که تشریح کرده تا سینکیانگ آمدن به شکل آهنین اینا کنترلش در دست گرفتن. میلیون ها چینی در منچوریا ساکن شد. اینطور ترکیب جمعیتی رو بیخی تغییر دادن. در منچوریا، در مغولستان داخلی، در سینکیانگ و تبت، به خاطر از اینکه اینجا به وسیله یک عامل انسانی تحت کنترل باشه. چین اما هنوز احساس میکنه که آسیب پذیر است. از چی؟ چین قرن تحقیر از سر گذرانده. او جنگ تریاک که ما شما یادم است و قرن تحقیری که امپریالیزم ژاپن بر چین حاکم بود. او قرن تحقیر چین آزار میده. بعد از قدرت های استعماری غربی از جمله فرانسه، خب این در یادشان تازه است. چین در قرن حاضر حال چی میکنه؟ پول کلانی را به سواحل میریزد تا کشتی های بزرگ موشک های را بر دفاع ساحلی از چین حمل کنند، یعنی کشتی های موشک بردار، تا که میتونه ساخته روان است. موشک هایی که بتونه کشتی های خارجی را یا به تهدید
یا به زور دور نگاه بکنه. ایره چی میگن؟ ایره جبر جغرافیا میگن. وقتی چین از کشور خود نگاه میکنه به اقیانوس آرام، در مقابل خود چی میبینه؟ دیوار میبینه که میتونه دسترسیشه و تمام دریاهای آزاد مسدود بکنه. اینمی تیوری یک کمربند یک جاده که اینا ساختن به خاطر شکستن اینمی دیوار و عبور به طرف اقیانوس های آزاد است. بنان چین در هر جایی که اینطور میخزد و به اصطلاح پرسه میزنه، او به معنای یک قمار برای زنده ماندن است، زنده ماندن هژمونیک. البته ژاپن در برابرش کی است؟ یعنی دیوارا کی است؟ ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فیلیپین، مالیزیا و خردریز جزایر که همگی اینها چی هستند؟ متحد امریکا هستند. پس دارن در این وضع باقی بانن. این خود اینا از امریکا جدا نمی کنن به خاطر از اینکه به این همسایه غولپیکر خود بسیار باید تشویش می بینه که بسیار میگه ما رو می خورن می بلعد. نیروی دریایی این ای چند کشور همراه نیروی دریایی بریتانیا، هند و استرالیا و همچنان ناوگان هواپیمابر امریکا میتونن براحتی چین محاصره بکنن، باعث فروپاشی چین شوند. و مخاطر جنگی که همه از او میترسن به شمول چین، این از این نقطه است. قدرت های بزرگ به او چیزی که ممکن است شوه آمادگی دارن و نگاه میکنن با او چیزی که باید شوه چشم دوختن، نه با او چیزهایی که امروز جریان داره. یعنی چی؟ یعنی کلید شکستن دیوار تایوان است. یعنی چین وقتی که دیوار شکست، تایوان به خود وصل کرد، از امو قرن تحقیر به اصطلاح نقطه پایان میگذاره، میره به طرف اقیانوس های بزرگ. تا حال نرفته، مثل روسیه است، بندی است، در قفس است. خب حال چی است؟ از این بزرگترین خشت از دیوار مانی اگر شما بردارین، بقیه دیوار فرو می باشد. اما رئیس جمهور چین می دانه که حمله به تایوان ممکن است با مخالفت نظامی ائتلاف غرب به طور کامل مواجه شود و قطعا با تحریم های گسترده مثل که بالای روسیه وضع کردن، بالای اینا هم وضع خواهند کرد. آله کرملین متوجه میشه که قانون پیامدهای ناخواسته، یعنی نسبت به زمان جنگ تو خود کمتر نشان میده و چین نظارگر اینمی مسئله است. اینا به قوانین بین المللی اصلا خودم علاقه ندارن. پوتین ما ببینید قوانین بین المللی میگه، پوتین مثلا انتظار داشت که ناتو و اتحادیه اروپا بین به اصطلاح یک تقسیمات به وجود آورده بودن بین شاهینا و کبوترها، طرفداران استفاده از نیروی نظامی و مخالفانش تقسیم شوند. اونا ای تو انتخاب داشتن. در عوض ناتو هدف خود دوباره کشف کرده. او دوباره چی است؟ به خاطر از که ای طرف مشکلات روسیه و چین خود تشریح کردیم، اگر اینا مشکلاتشان رفع شود، خطر تکه تکه شدن آهسته آهسته اتحادیه اروپا قوی میشه. چی تاریخ انسان چی یک فرایند و چی یک قوانین پیچیده داره. شاید مهمترین تغییر در سیاست خارجی آلمان دیده شود. شده ما تشریح میکنیم در برنامه پیاپی که خدمت شما ارائه شده. اینجا
بسیار آلمان بیتاب است. 75 سال است که آلمان به انتخاب خود قدرت نظامی درجه 3 بوده. این حال که این طرف از طرف چین و روسیه که قدرت های آسیایی بالا آمده مثل یک موج ناکرانه پیدا، خب معلوم دار میگه که اگر ما بیشتر از این صبر بکنیم در بهترین حالت به یک لقمه تبدیل میشیم. آلمان بعد از جنگ های جهانی اول دوم و هولوکاست شرم‌آوری که اینا داشتن، بار تاریخ و ترس تاریخ و ترس از خود آلمان غربی را امو زمان که به ملت سلطلب تبدیل کرده بود از سر اجبار آل پس به ملت ممکن است اون ملت فاشیست تبدیل شود. مقتضای زمان است. در پایان جنگ سرد آلمان متحد شد، از بودجه نظامی خود به اصطلاح به خواهش به دستور امریکا انصراف داد و کوشش کرد روسیه را درگیر سیاست تغییر از طریق تجارت بکنند، یعنی کلی مطمئن باشند. این سیاست مستلزم اتخاذ موضع نرم بود در قبال کرملین، اما آل تغییر نکرد. به نظر شما شولتز صدر اعظم آلمان در دسامبر گذشته به قدرت رسید هیچ تمایلی برای تغییر سیاست نشان نمیداد، میگفت خب آرام باشه امو تغییر از طریق سیاست. اما روسیه در 24 فوریه اوکراین زد که زد. شولتز در 26 فوریه دو روز بعدش اعلام کرد که 1000 قبضه سلاح ضد تانک آلمانی و 500 فروند موشک زمین به هوای استینگر بر ارتش آلمان ارسال میکنه. اونمو شروع بود دیگه، کشورش و در واقع اروپا را به حیرت واداشته بود با اینمی اعلام خود. شولتز همچنان پروژه خط لوله گاز نورد استریم تور از طریق دریای بالتیک به حالت تعلیق در آورد، یعنی کاسه داختر از آش شد به این معنا. بعد از او ارتش موافقت کرد و یک شبه سیاست های چند دهه بیطرفی تغییر کرد. آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان بعد از ملاحظات وضعیت به ارتش به پارلمان آلمان گفت که اگر دنیای ما متفاوت است پس سیاست ما هم باید متفاوت باشه. چی؟ گذار و ملیتاریزم بر ضد روسیه. شولتز اعلام کرد که آلمان متعهد میشه 2% از تولید ناخالص داخلی خود هزینه دفاعی بکنه. وزیر دارایی گفت که آلمان قصد داره یکی از تواناترین، قدرتمندترین و مجهزترین نیروهای مسلح قاره را به وجود بیاره. متوجه میشین؟ اینجاست که از یک طرف مجمع اوکراین هم داغ است و اینا هم اسلحه داده میرن و از یک سو این رقم میگه چین و روسیه اینا رو اجازه میدن. شما چه فکر میکنید؟ این اظهارات بیشتر غیر قابل تصور بود، اما گفت. خب آلمان در حمایت از محروم کردن اکثر بانک های روسی از سامان های سویفت، یعنی سامان پیامرسانی مالی جهان و سایر کشورها پیوست، دیگه جبهه مالی باز کرد. این کشور با برنامه ریزی برای ساخت پایانه های گاز طبیعی مایی در سواحل خود و سرعت بخشیدن به فناوری انرژی های تجدیدپذیر بسیار سرعت داد که نیاز خود به روسیه چی کنه؟ کم کنه. اما نیاز خود کم کرد، مصرفش بالا رفت. تا چی وقت؟ آن چیزی که از روسیه ارزان به دست می آوردن، آل از قطر، از عربستان سعودی و امریکا
دو برابر به دست میارن. حالا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که سربازان آلمانی و به اصطلاح سخت افزار آلمانی بیشتری را در کجا ببینیم؟ در اروپای شرقی در جنگ با روسیه. اینجا دیگه صنعت به اصطلاح تکنیک جنگی آلمان دوباره متوجه روسیه میشه. با وجودی که اشباه تاریخ در سراسر قاره اروپا را دور میزنه، اروپای شرق و اروپای غرب از استقبال میکنند. چرا؟ اینا دنبال یک خدای زمینی هستند مثل هدلر که چی شوه؟ علی پوتین استاد شوند. ببینید چقدر جالب است، براستی که اشبایی که گریخته بود دوباره میه آمده. اما چیزی که تکرار تاریخ در تیوری ها میگه، در 2011 رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه پولند گفته بود ما از قدرت آلمان کمتر میترسم تا از بیعملی آلمان. یعنی هیچ خود تکان نمیتک ما رو روسیه اگر بیا به خوردن شوه، اینا بیعملی دارن، یک رقم کهالت دارن، دیر می جنبن. اما هر قدر قوی باشه ما نمیترسیم. این اشتباهش است. نیمی از پولند تقریبا نیم سرحدیش آلمانی نژاد است. اگر جنگی در میگیره پولند دیگه وجود نداره. خب این تحولات دور از او چیزی است که پوتین در آغاز تهاجم خود انتظار داشت. خب او محاسبه خود کرده بود پوتین که در اینجا ما وقتی که در جنگ داخل می شویم چه اتفاقی می افتد. آیا ای به این معنا نیست که مطابق انتظار غربیا که پوتین تسلیم شود و سربازان خود به خانه برگردانه یک خواب است؟ به خاطر از اینکه پوتین اینمی منطقه حائل که حمله کداله ما تشریح کردیم اینمی رو میخواه و بالاتر از اون یکی حائل است، یکی خطری که ماورای منطقه حائل در جنب و جوش است، در شکل گیری است. همین قصه شکر کردیم که آلمان و کل اروپا میخواه منطقه حائل خود داشته باشه، کار بکنه سر منطقه ماورای حائل. یک کابوس نیست؟ بله است، کابوس بر اروپا است. همچنان دیگه چی را میخواهد؟ مزارع گندم، معادن فلزات گرانبهای اوکراین میخواهد به طور کامل در دست خود داشته باشد. کی؟ روسیه. بندر ادیسه را، یعنی اودیسه که میگیم ما، در دریای سیاه باید در دست اینها باشه که 75% تجارت اوکراین از این طریق انجام می شود. ما منتظر اشغال این شهرها باید باشه. پوتین به نقشه ببینید رویای به اصطلاح روسیه مادر، روسیه روسیه مادر چی میگه به ما؟ اینا اونمو قدرت عظیم گذشته را که هر از چندگاه در یک گسیختگی تاریخی به وجود میه بس کمک شکاف برمیداره، پس اونمو را با یک کلیت واحد و یک قدرت یک دست تبدیل بکنن، قدرتی که جهان از او حراس داشته باشه. بله این نفس قدرت اینمی است و در این راه با پذیرش هر نوع خطر اینا آماده هستند. جبر جغرافیایی را به فرصت جغرافیایی و به قدرت جغرافیایی باید تبدیل بکنن که اینمی جنگ حتما نمی کار خواهد شد.